بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی عبده و رسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلوات الله و سلامه علیه و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تو یادگار هفتمین سپیده ای، شکوه ماندنی ترین قصیده ای، اشارتی ز بیکران روشنی، که از دیار بینشان رسیده ای. ستاره حریم سبز فاطمه، ز بی‌نهایت خدا دمیده ای. بهار سبز باغ‌های آرزو، امام قصه های ناشنیده ای. گل نجیب باغ آفرینشی، که در دلم بهار آفریده ای. تو قلب عاشقان هر زمانه را به لطف و بخششت خریده ای. تو منتهای مهر و رحمت خدا، زهر چه غیر اوست دل بریده ای. ز مهربانیت، ز دلستانیت، چه نقش ها به لوح دل کشیده ای. میان لاله های سرخ آشنا، قریب آشنا تو برگزیده ای. ز ساغر کرامت محمدی، زلال نور معرفت چشیده ای. ز باغ‌های بی‌زوال سرمدی، سبد سبد گل حضور چیده ای. دلا دلا، ز شوق لحظه زیارتی، چه عاشقانه از قفس پریده ای. بهار شد دوباره باغ باورم، ز عشق تو که روشنای دیده ای. به شام قربت سیاه عالمی، طلوع فجر هشتمین سپیده ای. برادران و خواهران گرانقدر، اساتید و سروران بزرگوار، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. با عرض تسلیت به مناسبت شهادت خورشید آسمان نبوت، حضرت خدمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه، و دو اختر آسمان امامت و ولایت، حضرت امام حسن علیه السلام و حضرت امام رضا علیه السلام، بحث امشب رو در مورد مولای بزرگوارمان امام رضا علیه السلام، که ما فارسی زبانان هر کدام یک مزه ای از بخشش و لطف این بزرگوار رو چشیدیم، با هم آغاز میکنیم. کلمه امام در لغت عربی به معانی مختلفی داره، از جمله به معنی بزرگراه و شاهراه و به قول ما فریوی است. ما در زیارت ساحت مقدس امام رضا علیه السلام می‌خوانیم: انتم سبیل الاعظم و صراط الاقوام. میگیم شما شاهراه وجود هستید، شما اید که ما در راه شما به سعادت میرسیم. پس امام یک معنیش این استش که وقتی که انسان شیعه یک امام میشه، یعنی در اون شاهراهی که این امام براش فراهم کرده
قدم برمی‌داره. البته کلمه امام معانی دیگری هم داره. مثلا یکی از معانی امام نسخه اولیه یا نسخه اصلی است، به اون کتابی که به قرآنی که اولیه نوشته شده میگن مصحف الامام، یعنی کتاب اول، نسخه اول. ولی در قرآن کلمه امام به معنی شاهراه و به معنی راه هم به کار برده شده. در سوره مبارکه حجر در آیه 79 میفرماید و انهما لب امام المبین، یعنی میفرماید اون شهرهای دو قوم لوط و قوم شعیب در سر یکی از شاهراهایی که برای شما آشکار هست قرار دارند، که همه اینها به امامان و به پیشوایان ما این لغت امام خیلی مسما داره براشون. و به ما هم که پیرو این امام ها هستیم مأمون میگن، که رابطه امام و مأمون این هستش که مأمون به امامش باید اقتدا کنه تا از شعاع تابناک اون بزرگواران استفاده کنه و به علم و دانشی برسه که اون رو به خدا نزدیک میکنه. دوران حیات امام رضا علیه السلام یک دوران به خصوصی بود، دوران اوجگیری گرایش مردم به اهل بیت بود، چون پدران بزرگوار امام رضا علیه السلام، حضرت امام موسی کاظم، حضرت امام جعفر صادق و حضرت امام محمد باقر، مردم را با علوم اسلامی آشنا کرده بودند، مردم جذب شده بودند و حالا فوج فوج گرایش پیدا می کردند به ائمه بزرگوار. امام رضا علیه السلام هر جا که تشریف می بردند از استقبال بیشاعبه مردم برخوردار می شدن. مأمون هم به همین دلیل تمایل داشت که امام رضا علیه السلام رو ولیعهد خودش قرار بده، که از شهرت و از استقبالی که مردم برای این بزرگوار داشتن به نفع خودش استفاده کن. یکی از داستانهایی که دوستان شنیدید داستانی است که وقتی که به هر حال حضرت به اکراه ولایت عهدی رو قبول میکنن، چون میبینن برای انسجام جامعه مسلمین و برای فرو نپاشیدن این جامعه لازم است که به صورت سوری ولایت عهدی رو قبول کنن، گرچه امام شرط کرده بودن که به هیچ وجه دخالتی در امور سیاسی نخواهند کرد. حضرت رو وقتی که می بردن به پایتخت اون زمان از نیشابور رد می شدن، جمعیت زیادی آمده بودن چون می خواستن امامشون رو ببینن. بعد وقتی که حضرت در اونجا ایستادن، اون حدیث معروف سلسلت الذهب یا حدیث زنجیره طلایی که واقعا چقدر حدیث زیبایی است، ایشان در اونجا برای مردم سخنرانی میکنن، میفرمایند که شنیدم از پدرم حضرت امام موسی کاظم، که شنید از پدرش حضرت امام جعفر صادق، که شنید از پدرش. همینطور میاد میرسه به اون جایی که خدا که شنید پیغمبر، که خداوند عز و جل فرمودند کلمت لا اله الا الله حسنی، و من دخل حسنی فامن من عذابی. میفرماید به یادگار از من داشته باشید که خداوند فرمودند که هر کس که بگوید لا اله الا الله، یعنی دو تا کار انجام بده، یکی کفر یکی ایمان. کفر به هر چی غیر از خداست، لا اله، من کافر همه اون چیزهایی هستم که غیر از خداست، الا الله، و ایمان دارم به خدای یگانه.
این یک دژ امنی است که هر کس وارد این دژ امن بشه از عذاب الهی در امانه. خب مردم خیلی خوشحال شده بودند که به به ما از اماممون شنیدیم که با گفتن لا اله الا الله و با اعتقاد داشتن به این کلمه از عذاب الهی به دور میمانیم. بعد حضرت بعد از مکسی فرمودند که به شرطها و شروطها، یعنی فکر نکنید به همین آسانی هم هستش، چون گفتن کلمه لا اله الا الله خیلی آسانه، هر کس بگه لا اله الا الله که از عذاب خدا در امان نیست. میفرمایند شرط و شروطی داره و انا من شروطها، و من یکی از اون شرط ها هستم، یعنی برای در امان بودن از عذاب الهی باید دنبال ما بیاید. حالا بعضی ممکنه فکر کنن که این ممکنه که از روی خودخواهی است، ولی اینجور نیست. ببینید پیامبر بزرگوار اسلام در قرآن مجید آمده که فرمودند که من از شما اجری نمیخوام. همه پیامبران دیگر هم همین رو از زبان قرآن میدانیم که گفتند. در سوره شعرا حضرت نوح آیه مبارکه 109 میفرماید که من و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اجر من فقط با خداست، من از شما اجری نمیخوام، از مردم اجری نمیخوام. حضرت هود در آیه شماره 127 همین رو میفرماد. حضرت صالح در آیه شماره 145 همون سوره مبارکه همین رو میفرماد. حضرت لوط در آیه شماره 164 همون سوره همین رو میفرماد، میگه اجر من پیش خداست. حضرت شعیب در آیه شماره 180 همین رو میفرماد. تنها پیامبری که در قرآن گفته من از مردم اجر میخوام پیامبر بزرگوار ماست. میفرماید اجر من خب پیش خدا محفوظه، ولی از شما هم اجر میخوام. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، ولی من از شما میخوام که دوست بدارید خاندان من رو، دوست بدارید اونهایی که بعد از من میان و از من هستن. حالا چرا؟ اینها را هم قرآن جوابش رو داده. می‌فرماید در سوره فرقان آیه مبارکی 57 قل ما اسألکم علیه من اجر الا ما شاء الله الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. اون اجری که من از شما میخوام، اون اجر شما رو به خدا میرسانه. خب وقتی که این دوتا آیه رو کنار هم قرار میدیم، نشان میده که برای رسیدن به خدا ما به یک وسیله احتیاج داریم و همون خاندان پیامبر بزرگوار اسلامه، که امامان ما همه از اون خاندان هستن. پس این که ما متمسک میشیم، متوسل میشیم به این بزرگوارا، برای این استش که ما رو به خدا میرسانه. وسیله ای هستن، سفینه ای هستن برای رسیدن ما به خدا، چون اینها راه رو پیدا کردن. مثل یک کسی که مثلا یک معدنی از طلا و جواهر و مروارید و الماس پیدا کرده باشه، آمده باشه به مردم میگه مردم من راه رو به این معدن، به سوی این معدن پیدا کردم، دنبال من بیایید. خب دیگه ما کجا بریم به جز اون؟ اینها هم راه به سوی سعادت رو پیدا کردند و در نتیجه رفتن ما به دنبال اینها باعث سعادت خود ما میشه، باعث میشه که خود ما سریعتر و وسیله هستن اینها که ما رو به خدا میرسانند، چون اینها ولقد رآه بالافق المبین، اینها
اون افق باز رسیدن به خدا رو دیدند و پیدا کردند. گنج دو عالم رو پیدا کردند. حالا آمدن به ما خبر دادند که بیاید دنبال ما، ما پیدا کردیم، ما شما رو میبریم پیش اون گنج. سوالی که اینجا مطرح هست این استش که اون ویژگی مخصوصی که امام رضا علیه السلام داشتن که لقب رضا به ایشان دادن باید یک الگو و سرمشقی بشه برای ما. ببینید خیلی وقتا میشه که انسان فکر میکنه که من در مقابل حوادث و ناگواری های زندگی صبر میکنم. یعنی اگر یک چیزی اتفاقی افتاد در زندگی که بر وفق مراد من نبود، من به خاطر خدا در مقابل اونها صبر میکنم. البته صبر معنی زیادی داره. صبر به همین معنی به اصطلاح سکوت و تحمل کردن مصائب نیست. حتی در مورد عبادات هم صبر یعنی تکرار عبادات رو با رضایت انجام دادن، اینم خودش صبره. ولی مقام رضا از مقام صبر بالاتره. یعنی انسان نه تنها در مقابل مصائب و چلنج های زندگی صبر میکنه، و من فکر میکنم یه بار با دوستان این مطلب رو بحث کردیم که اصلا صبر یعنی، معنی صبر یعنی اینکه انسان خودش رو با زمان همسو کنه، انسان خودش رو با زمان همفاز کنه، یعنی نخواد از زمان بزنه جلو. چون دیدید دوستان ما همیشه عجول هستیم، همش میخوایم از زمان بزنیم جلو، همش میخوایم که مثلا این کار زودتر انجام بشه، اون کار قسط خونمون مثلا زودتر انجام داده بشه، فوری 30 سال بگذره ما مثلا منظری که گرفتیم مال خودمون بشه. صبر نداریم، غافل از این هستیم که بعد از این 30 سال ما 30 سال از سرمایه زندگی از جوانیمون رو از دست دادیم. حالا روی همین اساس مقام رضا از مقام صبر بالاتره. یعنی نه تنها انسان خودش رو با زمان همسو میکنه، چون میدانید دوستان زمان روز قیامت علیه ما شهادت میده. زمان روز قیامت ولعصر خداوند قسم میخوره به زمان، ان الانسان لفی خسر، میگه به قسم میخورم به زمان که این زمان شما در خسران هستید. و زمان میاد علیه ما شکایت میکنه، میگه اینها منو کشتن، اینها به من دقت نکردن، از من غافل بودن، چه کارها میتوانستن انجام بدن با این سرمایه‌ای که داشتن. ولی مقام رضا از مقام صبر بالاتره. مقام رضا یعنی خوشنود بودن در مصائب. میگن چون خدا خواسته من خوشنودم، چون خداوند، همون چیزی که همون صحبتی که امام حسین علیه السلام در گودال قتلگاه کردن، گفتن الهی رزن به رضائک، من راضی هستم به هر چیزی که تو راضی هستی. اگر این باشه که من خودم رو فدا کنم، خاندانم رو هم که فدا کردم، ولی اگر رضای خداوند در اون هست من خوشنودم. مقام رضا خیلی مقام بالایی است و امام رضا علیه السلام به این مقام رسیدند. و این هستش که دوستان من میدانم شمایی که امشب این صحبت ها رو گوش میکنید، امام رضا به خاطر همین مقام رضا خداوند بهش یک مقامی داده که وقتی که ما متوسل میشیم به اون که از خدا برای ما مطلبی رو درخواست کنه، ایشان با کمال میل میره درخواست میکنه و خداوند هم به خاطر عظمت و به خاطر مقامی که ایشان داره حاجات ما رو برآورده میکنه. من فکر نمی کنم ما از فارسی زبانها کسی داشته باشیم که از امام رضا 1، 2، 3 یا خیلی چیزهای مختلف در طول زندگیش نگرفته باشه و مدیونش نباشه. درسته که دوستان ما دور هستیم از این بزرگوار، ولی دلهامون همیشه پیش این بزرگوار هست و تشنه زیارت مرقد مطهرش هستیم و هیچ وقت این بزرگوار رو ما فراموش نمی کنیم. کاش یک شب باز مهمان دو چشمت می شدم،
ریز خار مشرق خان دو چشمت می شدم. کاش یک شب می گذشتم از فراز چشم تو، گرم گلگشت خراسان دو چشمت می شدم. کاش یک شب می سرودم گنبد زرد تو را، فارغ از دنیا غزل خوان دو چشمت می شدم. کاش یک شب می نشستم بر ذریح چشم تو، باز هم پای بند پیمان دو چشمت می شدم. صحن و ایوان تو ای صحن و ایوان تو را ای کاش جارو می زدم، چون کبوترها نگهبان دو چشمت می شدم. زامن آهوس چشمان دو شهد روشنت، کاش آهوی بیابان دو چشمت می شدم. کاش یک شب معرفت می چیدم از چشمان تو، غرق در دریای عرفان دو چشمت می شدم. کاش یک شب می شدم خیس نگاه سبز تو، شاهد اعجاز باران دو چشمت می شدم. کاش یک شب نور می نوشیدم از چشمان تو، می درخشیدم چراغان دو چشمت می شدم. سخت شیرین است طعم روشن چشمان تو، سخت شیرین است طعم روشن چشمان تو، کاش یک شب باز مهمان دو چشمت می شدم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.